به پدرخوانده سایت های شرط بندی معروف شد و به دلیل طرح اتهامات سنگین از سوی دولت ترکیه سلب تابعیت شد. اولین بار نامش در دادگاه ایران و توسط یکی از شاخهای معروف اینستاگرام که جنجال زیادی به راه انداخته بود شنیده شد. میلاد حاتمی کسی بود که بعد از استرداد به ایران تمام جزئیات زندگی اون رو فاش کرد. پشت پرده مخوف سایت های شرط بندی در ایران که حالا نه تنها ترکیه به دنبال اوست، بلکه ایران به شدت خواستار استرداد او و فرزندش به ایرانه. لقب های مختلفی به اون دادن، اما فعالیتش رو در شبکه‌های اجتماعی آغاز کرد و عکسای او در کنار دختران جوان و خودروهای لوکس خیلی زود اون رو به فردی ناماشنا در شبکه‌های اجتماعی تبدیل کرد. مرد میانسال خیلی زود به یکی از سرشاخه‌های شبکه‌های قمار تبدیل شد و از او به عنوان پدرخوانده مافیای سایت شرط بندی ایرانی یاد میشه. او که در هتلی لوکس در ترکیه اقامت داشت، گفته میشد نه تنها پزشکه بلکه مربی رقص هم هست. مدرسه رقصی در استانبول هم افتتاح کرده بود، اما او بدون محافظ از هتل خارج نمیشد و حالا نامش جنجالی ترین نام در بین اخبار ایران و ترکیه است. او کسی نیست جز سعدالله امیر شقاقی، معروف به سعد امیری. سلام دوستان، به کانال آدم بدها خیلی خوش اومدید. مرسی که کانال ما رو انتخاب کردید و اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. یکی از مهمترین ترفندهای تبلیغاتی سایت شرط بندی استفاده ابزاری و سوء استفاده جنسی از زنانه. زنان رقاصی که با نیمه برهنه کردن خودشون در شبکه‌های اجتماعی و انتشار ویدیوهایی با حرکات غیر اخلاقی و پوشش‌های نامناسب به ویژه در اینستاگرام سعی دارن غرایز جنسی مخاطبان خودشون رو تحریک کنند و با تصاویر جذاب و پررنگ و لعاب به نوعی کاربران رو تحت تاثیر قرار بدن تا از سایت‌های قمار و شرط بندی استفاده کنن. یکی دیگه از راه‌های تبلیغ این سایت‌ها استفاده از شاخ‌های اینستاگرامیه. این افراد با حاشیه‌سازی و جنجال آفرینی دروغین در فضای اینستاگرام تعداد فالوورهای خودشون رو افزایش میدن تا بتونن افراد بیشتری رو به قمار آنلاین آلوده کنن. هرچند که بعدها مشخص شد بیشتر این دعواها ساختگی بوده. چندی پیش یکی از فعالان فضای مجازی مدعی شده بود که سناریوی خودکشی دنیا جهانبخت به خاطر ساسی، دزدیده شدن ساشا صبحانی در کشور آلمان، افسار گسیختگی امیر تتلو، دوئل داوود هزینه با وحید خزایی، مراسم پایان ناپذیر دعواها و آشتی کنانهای سوری بین خودشان، همه این نمایش نامه ها رو سعدالله امیر شقاقی ملقب به پزشک در ترکیه می نوشته. در ترکیه اما به اون لقب دکتر داده بودند که پشت پرده تمام سایت های قماره که در ایران فعالیت داشتن. مردی که در حال حاضر در ترکیه اقامت داره و فرزندی به نام فرشید داره که به اون لقب مونتیگو دادن. ثروت امیر شقاقی میلیون ها دلار تخمین زده میشه. سعدالله امیر شقاقی به عنوان یک تاجر در تعداد زیادی از کشورها به ویژه در اروپا فعالیت میکرد. اغلب چهره های اینستاگرام بعد از ترک ایران در ترکیه جذب شبکه اون میشن و نقش تبلیغ کننده برای سایت های شرط بندیش رو ایفا میکنن. میلاد حاتمی که مدت‌ها برای سایت شرط بندی او تبلیغ می‌کرد، بعد از استرداد به ایران در دفاعیتش به نقش پدرخوانده سایت قمار اشاره کرد و گفت در دایرکت اینستاگرام با آقای امیر شقاقی سرشاخه شبکه قمار آشنا شدم که وی پیشنهاد داد برای ما تبلیغ کن، به تو درصد میدیم و خونه و ماشین در اختیارت می‌ذاریم. بعد از آشنایی قرار شد بابت هر تبلیغاتی که می‌کنم 50% بدن. از اونجا شروع به درست کردن ویدیو و تبلیغات می‌کردم. سعدالله امیر شقاقی همچنین مربی رقصه و یک مدرسه رقص هم در ترکیه افتتاح کرده بود. او همچنین یک آژانس مدلینگ داره و در تعداد زیادی از کشورها از کانادا گرفته تا سوئیس مدل‌های حرفه‌ای رو آموزش میده. در حالی که او با تابعیت ترکیه برای خودش در این کشور حاشیه امنی ایجاد کرده بود، تعدادی از رسانه‌های ترکیه چندی قبل از سلب تابعیت اون خبر دادند. این رسانه‌ها مدعی شدند که سلب تابعیت او همزمان با سفر رئیسی به ترکیه انجام شده بود. بعد از سلب تابعیت پدرخوانده سایت‌های قمار، زمزمه‌های استرداد اون به ایران شنیده می‌شد.
امیر شقاقی که پیش از این در مصاحبه اعلام کرده بود رابطه خوبی با رئیس پلیس و دادستان در ترکیه داره، این بار خطر رو احساس کرد و به دنبال ترک ترکیه بود. گفته میشد مقصد او کشور اسپانیا بود و قصد داشت نزد پسرش بره و از اونجا فعالیت مجرمانش رو ادامه بده. در حالی که سعدالله خودش رو برای ترک ترکیه آماده میکرد، شامگاه جمعه ماموران پلیس ترکیه خودشون رو به مخفیگاهش در ازمیر رسونده و اون رو دستگیر میکنن. اونطور که رسانه ها روایت کردند، این فرد به عنوان سعید امیری که در ازمیر پنهان شده بود با شناسنامه جعلی تردد داشته. وزیر کشور ترکیه هم بعد از دستگیری این فرد گفت سعید امیری سرکردگی یک گروه جرایم سازمان یافته، شرطبندی غیر قانونی و پولشویی رو بر عهده داشته که در عملیات عقاب 6 دستگیر شده. امیری به همراه 4 فرد دیگه دستگیر شده و 6 نفر دیگه هم تحت پیگرد قضایی هستند. در این عملیات 120,000 دلار، 80,000 یورو و 9 عدد ساعت به ارزش 500,000 دلار، 15 شرکت، 10 خودرو و 17 ملک توقیف شده. بعد از استرداد مسعود ترکیبی و امیر تتلو و 6 مجرم اقتصادی، به نظر میرسه سیاست ترکیه در برابر این مجرمان فراری تغییر کرده. و حالا با دستگیری سعدالله امیر شقاقی، احتمال استرداد اونها به ایران هم قوت گرفته. یک مقام آگاه در پلیس هم در این رابطه به روزنامه جامعه جمع گفته بود دستگیری این فرد به صورت رسمی از سوی پلیس ترکیه به پلیس بین الملل ایران اعلام نشده. اما برای این فرد از نیمه نخست سال گذشته از سوی پلیس اینترپل اعلان قرمز صادر شده و در صورت تایید خبر دستگیریش برای استرداد او به ایران اقدامات قانونی رو انجام میدیم. فرشید امیر شقاقی ملقب مونتیگا و مدیر بتبال 90، پسر سعدالله که کار پدر خودش رو در تجارت پیش گرفته و علاوه بر اون به کار موسیقی هم علاقه منده. از او تا کنون 10 کلیپ و ترک منتشر شده. این آهنگ ها به سبک رپ بود و اولین اون میدونی چی میگم بوده. بعد از مدتی مونتیگو با رپرهای معروفی هم فید داد. از این افراد به علیرضا جی جی، سیجل، سهراب ام جی و غیره میشه نام برد. مونتیگو اما از اولین نفرهایی بود که سایت شرط بندی رو ایجاد کرد. او که یک برنامه نویس حرفه‌ای بود، سایت بتبال 90 رو به عنوان سایت خودش ایجاد کرده بود. سایت او اما از پرطرفدارترین سایت های شرط بندی در ایران شد. اما حاشیه رابطه اون با دنیا جهانبخت و صدف طاهریان هم در نوع خودش معروفیت اون رو بیشتر کرد. تعداد پرونده هایی که مربوط به سایت های شرط بندیه از سال 1397 بسیار زیاد شد. این سایت ها شاید 10 سال قبل در حدود 1-2 بوده، اما هم اکنون تعداد این پرونده ها انقدر زیاد شده که شاکیان بسیاری هم داره. فرشید هم مانند پدرش به دلیل ثروت بالایی که داره بسیار خوشگذرانه. از جهت حرفه‌ای شخصی، ماشین‌های لوکس و خانه‌های لاکچری همگی از ثروت بالای اون حکایت می‌کنه. اما او هم مانند پدرش در زیر ذره‌بین پلیس اینترپل تا با تکمیل شدن مدرک دستگیر بشه و به ایران استرداد بشه. در اینکه سعدالله امیر شقاقی به همراه پسرش سایت شرط‌بندی داره و پنل‌هایی رو برای مشتریان خودش درست می‌کنن شکی نیست. اما پرونده فساد این دو فرد همکنون در ایران جریان داره. اما هنوز اطلاعات کاملی برای دستگیری و استرداد این دو فرد فراهم نشده. سعدالله امیر شقاقی علاوه بر اینکه سایت شرط بندی داشت، خوشگذرانی هایی رو انجام میداد که باعث تحریک جامعه ترک هم میشد. پلیس ترکیه هم به این ماجرا حساس شد و کارهای اداری اون رو زودتر و با جدیت انجام میداد. سعدالله امیر شقاقی اما محتاط تر شده بود. او که هنوز دستگیر نشده بود و پلیس ترکیه زیر فشارهای حکومت ایران دست داشتن اون رو در پولشویی به طور کامل محرز ندونسته. با این حال پلیس ایران پیگیر جدی کارهای اونه و تصمیم جدی برای مبارزه با پولشویی و خارج کردن ارز از ایران رو داره. احتمال داره در آینده نزدیک شاهد دستگیری تمام مافیاهای شرط‌بندی نه تنها در ترکیه بلکه در داخل کشور هم باشیم. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید.